سلام درود دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من یه بتل آنلاین دیگه از بازی ایج آف امپایر، همونطور که این بچه‌ها دادم یه مچ آنلاین برامون پیدا کنه و از اونجایی که دیگه لولمون 20 شده قراره مچ‌های سختی پیدا بشه، مچ‌هایی که اکثر پلیراشون بالای لول 20 هستن. بعضی از این خیلی خوبه علاوه که مچ‌ها یه مقدار سخت‌تر میشه، ولی باید بچه‌ها تا میتونیم با بقیه فکشن هم بازی کنیم، فکشنای مثل هولی رومان امپایر و چین، که بتونیم باشون آشنا بشیم ببینیم چه چیزای خاصی دارن. اگه کسی مقابلمون اینا رو برداشت در مقابلش کم نیاریم. امروز احتمالاً برم سراغ فکشن امپراتوری مقدس روم. هم این بچه‌ها پیاده نظام خفنی داره، یه لول دیگه از پیاده نظام داره که مخصوص خودش هستش. یه دمیجی که میزنن بچه‌ها آره هستش، یعنی گروهی دمیج میزنن که مثلا خیلی میتونه جذاب باشه. و از یه طرف هم بچه‌ها تحقیقات زیادی روی سربازای منت آرمش داره، همون پیاده نظامایش سنگینشه، بچه‌ها زرهشون رو خیلی زیاد می‌کنه، مثل تانک میشن. البته خودم با مغلو خیلی حال می‌کنم، وقتی که با مغلو بازی می‌کنم چنجا رو ببینید کلا ویکتوری ویکتوری ویکتوری، هر چقدر مثلا آنلاین میرم فقط ویکتوریه، ولی هر فکشن در مقابل یه فکشن دیگه ضعفای داره. مثلا میگم امپراتوری مقدس روم در مقابل انگلستان خوبه، میاد در مقابل هندیا ضعیف میشه. بچه رنگ 3 داریم و لولش 31، پشمام همینجوری هم ویکتوری گرفته. بهتون گل میدم این مش قراره خیلی سخت باشه. من خودم دو ستاره هستم و اکثر یوتیوبرهای خارجی هم که نگاه میکنم مثلا 28 و اینا هستم، تا حالا بالا 30 ندیده بودم برای اولین باره. به نظر بچه یه فکشنی رو برداریم که دیگه بازی باشه بلد باشیم. امروز از تامین گذشت و مولا خوبه، ولی بچه به نظرم میتونیم بریم سراغ سلطانای دهلی که شما خوشتون اومد ازش. همین هولی رومان امپایر هم باید اوکی باشه. البته بچه‌ها به نظرم الان مغول خوبه. بچه‌ها این مچ واقعا سخته. بچه‌ها من تا حالا 3 ستاره ندیده بودم، مخصوصا ببینید هم تیمی خودم 1 ستاره است و حتی پرچمش رو عوض نکرده. بهتون گل میدم پلیر خوبی نیستش. خب حریف اون بچه‌ها عباسیون رو برداشت، ایران هم انگلستان رو دارم با هم که مغول ها و امپراتوری مقدس روم. یوسف با هم دیگه بازی کنم، من فوکوسم روزم روی عباسیون که دیگه نتونه فارم کنه. اگه بتونم جلوش رو بگیرم بچه‌ها شاید بتونیم مچ رو ببریم. در مورد فکشن عباسیون بگم که بچه‌ها شطور سوارها رو دارن که اچ پی شون خیلی زیاده، مثل تانک میونه. بعدش یه سری ریسرچ های مخصوص خودشون رو دارن یا کاروانا رو ارزون میخرن، کاروانای تجاری میتونن همون اول کار را بندازن. یه بار باید با عباسیان بازی کنیم که باش آشنا بشیم. خب بیاید بچه بیس اصلیمون رو بیاریمش اینجا که هم بتونیم چوب جمع کنیم، هم گل کارگرا بیان اینجا و این هم بیان پشت این که الان گوش بچه ها برام خیلی مهمه ارلی گیم، و تو هم بیاین جدون او بساز برام. بچه ها با او میتونیم استون رو همجور اوتوماتیک جمع آوری کنیم، قبلا براتون توضیح دادن. خب اینجا با من و اسکات عزیز یا خانه ما، بچه این اسکات نیست یه خانه، خان خیلی خوبه. اینجا خورده این اطراف رو بگردم، نمیتونم چند تا گوش پیدا کنم. بچه اول کار اگه بتونیم گوشتمون رو با مغول پیدا کنیم دستمون خیلی باز میشه و چوبو ذخیره میکنیم. بیاید بچه این ورا رو بگردیم، میتونیم یه دریاچه چیزی پیدا کنیم که بندر بسازیم و یه ویو از مپ داشته باشم. اینجا خود برام گوش جمع کن، تو هم همینطور. بچه بعد نظر بریم یه خورده سمت گوش، شاید زیاد چوب دردم نخوره. اول کار میخوام اول ایجو برم بالا، بعد سرباز بخرم. طرف بازی بلده، نمیتونیم بی خودی اذیتش کنیم. خب شاید بهتر باشه با این دوتا چوب برم بیاییم بچه سمت گل، یه خورده طلا جمع کنیم برای ایچ. کارگران هم که داره میده، اینم که داره میبخه میگرده. بیاین که تو هم با من همتون اینجا خورده برام گوش جمع کنید ببینم. پسر گوسفندا رو ببین، بیاین اینجا. نایس نایس، عجب شانسی آوردن. خوبه بچه‌ها تونستیم اینا رو برداریم. حالا نمیشم دوباره چند تا گوسفند دیگه هم پیدا کنم، عادی میشه. این بچه‌ها بیاید عقابش رو بفرستیم بالا و بله اینجا رو ببینید. نایس اسپید خامی بچه‌ها، چند خوبه میچرد اسپید خوبه، دستمون رو خیلی باز میکنه. خب عجب شانسی آوردیم بچه ها. به نظرم بریم این گوسفندا رو تحویل بدیم. توی مپ هم معلومه بچه ها معدنای طلای زیادی هستش و همینطوری روی طلا حساب باز کنیم. احتمالا بچه ها انگلستان یا به من یا به حالا متحدمون حمله کنه و بیشتر فکر کنم بچه ها فوکسش رو بذاره روی متحدمون. اگه بازیکن خوبی باشه که به متحدمون حمله میکنه نذاره فارم کنه، چون که امپراتوری مقدس روم اگه بتونه پیاده نظام سنگینش رو اول کار بگیره کار انگلستان توانه میذاره انگلستان دیگه بازی کنه. خب بزنم این رو تحویل بدیم. اون هم که اینجا ساخته شده بزنم دیگه. بچه ها گوشت زیادی نیستش توی مپ، چند تا کارگر دیگه هم میخرم. بیاید بچه تا میتونیم چوب جمع کنیم، الان فوکسم رو چوب باشه که بریم سریع بندر بسازیم. الان رو بندر میتونه از همیشه بهتر باشه، ولی خب موقعیت دریاچه اصلا به نفعمون نیستش و نزدیک حریفمونه. من چون الان نیستش اول کار سرباز بخرم میخورده نگرانی دارم. پسر بنگ نزن لطفا. این گوسفندا رو بچه‌ها بیاد بفرستیم اینجا که با خانمون دیگه بریم. اینجا ببینم طرف بازی بلده، احتمال میدم بچه‌ها اول کاری خود سرباز بخره. نمیدونم، شاید ایده خوبی نباشه اینکه بخوام بندر رو کنار اون بسازم، ولی خب بیاد ریسک کنیم یه خورده. البته بدن نیست، بیاد خود ریسک کنیم. حالا اگه سرباز اینا هم خرید با هورس آرچرامون دستشو میبندیم. پسر سربازای مغول خیلی خفنن، خیلی خوشم میاد ازشون. خب اینجا بچه لوکیشن خوبیه، شاید بتونیم اینجا بندری چیزی بسازیم. به اینجا
پسر چند ماهی هستش اینجا؟ نه نه وای عجب شانس، نگاه کن تو خدا. خان بزنش خان، بذار اسمش رو زیاد کنم ببینم. بیا حالا خانمونو بزنه ایبی نداره بچه، لطفا بیفت دنبال. ای بابا خیلی نامعریفه، سربازی کنه خوبیه دیگه. حالا رو در سر زیری برامون درست بشه تو این مچ. یه کارگر دیگه من بدین اینجا. تو هم همش به فرصت گوش جمع کردن دیدی چیکار میکنی. خب خانو داره میزنه به اینجا. اون که کارگر میمد بچه بهش با کارگرمون اتک میزدم، میدونید الان با یه کارگر نمیتونم بزنمش، ولی اگه یه کارگر دیگه هم بیاد خود خیالم راحت میشه که مطمئن میشم نمیزنم. ببین چجوری داره با من بازی میکنه. به اینجا دارم براش. اون یکی کارگرمون داره میاد، یه خود خیالم از پشتمون راحت شده، توی بوش گاهه نشده. ای نامرد بزن اینو بزن ببینم آخه پسر. بزنش اش بیشتر میاد پایین. زود باش کارگر بود. نایس بچه رفتش، ولی دید داریم چی کار میکنیم ما. شاید بهتر باشه چند تا سرباز دو خر برای دفاع کردم، ولی خب میدونید سر نظاماش اول کار بچه زیاد ایده خوبی نیستن. اگه نیزه دار این همه فکشن ها اسپرمن رو داره. اسپرمن بیاد در مورد سر نظام قرار بگیره، دستمون واقعا بسته میشه. میخوام هورس آرچر بگیرم که باش بازی کنیم. البته اینم بگیم احتمال داره الان حریفمون بره سمت خرید سرباز مخصوصا اسپرمن. نگاه کن تو رو خدا یتیم، برو خونتون دیگه، چیکار داری ولم کن، چی هم نمیشه ببین. ولی خب بذارید اونجا رو در بسازه بعدش، ما چند تا ماهیگیری ستاپ کنیم. میشه به اینجا ببینم اینو بساز بعد دیگه چاره ای نداریم. حالا اسمیت تو میارم بالا فهم با من ببین چه خود اذیت کنی. بزنش خان دمیجش خیلی پایین اول کار. ببین چه اینو بزنیم ببینم آخه اینم سرعت دیگه چی میخوای سرعتم زیاد کردم. برو تو پسر ول نمیکنه. نگاه کن ببین چه دونه برام تاور بساز. من بچهای خودم نگران اینجا هم راستش رو بخواد بزنم الان دستمون رو ببنده. خب اینجا هم بچه چند تا گایگ ماهیگیری میخرم. اه 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 وای اسپرمن گرفته که پسر، اسپرمن گرفته. نتونستیم کامل کنیم. فرار کن ای جو میتونم برم بالا. خب نزدیک به بیسش هستیم. سری اسپرمن رو فرستو نذاش تاور بسازم. بید بچه سری ای جو بریم بالا، احتمالا یه خورده اوضاع علیه ما بشه. ای جو برم بالا بچه برشون دارم. نمیر شت مرد داداش، خدا رحمتت کنه تو در راه خانت مردی. دیگه نمیتونم کاری کنم بچه ها. گایگاه ماهیگیری رو بندره رو نمیتونیم از اینجا ورداریم. بندره مثل بقیه ساختمان های مغولا نیستن که بتونم از اینجا برشون دارم و برم یه جا دیگه بذارم. متاسفانه فعلا نمیتونم کاری کنم. بهتر شاید بچه ها ایجو بریم بالا که بتونیم هاشتارشامون رو بگیریم. البته میگم این که الان این همه سرباز خریده شاید زیاد بد نباشه. بذار اینجا رو بزنه فعلا بچه ها، بیدید تا میتونیم گوش جمع کنیم از اینجا. بعدش ببینیم میتونیم یه کاریش کنیم. ما در مقابل عباسیان داریم بازی میکنیم که یه خورده قرار دستمون بسته بشه. پلیر خوبی هستش، ولی بچه اینو بگم اگه ما قدرتمون رو تو این دریاچه از دست بدیم و نتونیم یه گوش جمع کنیم، احتمالا مجبور بشیم بازی بذاریم کنار. بذارین کارگر رو بفرستم اینجا سری بچه‌ها برامون یه آرچری رنج بسازه، یه چند تا هورس آرچر بگیریم. داره سربازای بیشتری میگیره، ولی خب من الان فعلا دارم از اونجا گوش جمع میکنم. فقط اینو بسازید اینجا، میتونم چند تا هورس آرچر بگیرم. شما نصفتون بیاد اینجا، همتون بیاد این گوشتا رو بهم اینو تحویل بدید. اول اینو تحویل بدید. خب حالا خود گوش جمع کنید، یه خورده هم چوب جمع کنه. کارگر جدیدم بفرستیم. ور خانمون کشته شد. یه لحظه میخوام به اوضاع اکونومی و کارگران نگاه کنم. این من از دست میره دیگه. خب بچه بذارینم این آرچری رنج رو برامون نساخت. 500 تا چیپش مونده تا این نداشته باشیم. من چه نمیتونم کاری کنم. اگه دریا رو از دست بدیم، اگه چشمه رو از دست بدیم، کارمون تمومه. چندم اسپرمن گرفته که حالا بد نیستش بچه. او قراره اینجا به دردمون بخوره. به اینجا خورد چوب جمع کن. ببین قراره دوتا سرباز رو با هزینه یه سرباز بخرن که فرقی خود استون اضافه میخواد از همون همین یه چیز دیگه نیستش. خب داره اینجا رو میزنم تا اینا نیا بچه ها نمیتونم کاری کنم راستش رو بخواید. و میتونستم یه خورده چوب بیشتری جمع کنم سر یه آرچی رنج دیگه با این کارگرم رو میساختم. آره بچه ها میتونستم یه دونه دیگه از این بسازم. سرتر سرباز رو میخریدیم، به اینا خیلی نیاز داریم الان. بودو اینو بساز برام. پسر همین جوری داره سربازی که میخره. خب اینا رو داد بید بچه، از اینجا حرکت کنیم. دوباره دوتا دیگه از این هورس آرچر رو بهم بده. پسر انداخت دیگه، اینجا رو انداخت. با دوتا نمیتونم کاری کنم، فردی خود رو باش بازی کنیم. خانمونم میمد خوب میشد بچه. من تا حالا خانم از دست نداده بودم، اصلا اینجا
دستم بسته شد اول کاری، خود ریسک کردیم اولش که این ریسک هم به نفعمونه هم به ضررمون. حالا بزنیم این علی چی بشه. خب تو بیا اینجا، من بیا اینجا سریع یه خورده دفاینر اینجا ستاپ کنی. وای آتیش گرفت بچه ها، از دستش دادم. الان یه خورده رایگامو بیکار باشم. بیا اینجا همه تو با من بیا اینجا. بوتو بیا عقب. بزن اونو بزن حداقل. نایس بچه ها ایشون انداختیم. خوبه، فقط میخواد اونجور آتیش بزن که نتونم ریسورس بردارم. خب دوباره برم چند تا کورسارچر دیگه بده یقب و این هم بفرست اینجا. کارگرمون هم بیرین اینجا باشه. حالا بی بچه های خود باش بازی کنیم. خب بزن. وای وای اسپرمناش. وای بچه ها اسپرمنا بینا یه دونه بزنم میفتن. بودوی نقب. میتونستم خانم هم اینجا داشته باشم. آدمی شو که اومد خانمون. خب الان میگنمش اینجا، همه تون اینجا جمع بشید. بید بچه یه دونه بریم جلو. الان 6 تا هورسارچر داریم، احتمالا بتونیم بزنیمش. خب بچه آره کلا فکر کنم بره عقب. شما بیاید اینجا، بیاید بچه سریع اونجا یه دونه بندر بسازیم که بتونیم گوشتم رو جمع کنیم. پسر بتونم اینجا کنترلم رو به دست بگیرم، من بتونم کنترل رو به دست بگیرم، کارش تموم ها دیگه نمیتونه بازی کنه. برای همین گفتم بچه شاید زیاد بند نباشه اسپل من گرفت، بازی خود لک خورد. خب چند تا دوباره هورس آرچر بده بهم پسر، بازی لک خورد. خب بزن ببینم. هیچی نمیشه. آها اون یکی داره میزنه. اونا بچه ها او بودوی وای اولی شیت چه بد زد، تواصم نبود. به اینجا بینو یه خورده اذیت کنیم بچه هم، بینو یه خورده اذیت کنیم. ببین بیسش بچه ها دقیقا کنار این دریاچه هست، دقیقا بیسش کنار دریاچه هست. بزن همین عقب بایین هست. این هم بزنیم پسر. این چه ساختمونیه دیگه؟ عباسیان یه سری ساختمونایی داره که فرق میکنه با بقیه، بعد یه بار باش بازی کنیم، اینجور نمیشه. خب بی اینجا سریع یه دونه دیگه همینجا برام بندر بساز. بچه ها بیایی سریع، بیایی سریع گایی باشو بزنید. دوباره بهم سربازم بده. نایس پسر، او خیلی به دردم خورد. خانمون هم بیاد اینجا، حواسم به خان نیستش. خب گایگاشو بزنیم بچه ها، عالی میشه. ببین الان ما داریم کارگراشو میزنیم، میدونی چقدر هزینه کرده که اینا رو بخره و متحده اونم که هولی شت انگلستان بچه ها همون عمل کار بشه راش داده و دیوار کشید اونجا. اگه پلیر خوب باشه میتونه از این دیوار خارج بشه، دستگی به بازی کردنش داره. امیدوارم که بچه هوری رومان امپایر شکست نخوره. اگه شکست بخوره دوتایی ما رو خف میکنن. بعد امیدوارم که بالا شکست نخوره. خب این برای چه خبره؟ داریم از اینجا هم که ماهی جمع میکنیم. خوبه بعد نیستش اینجا جمع شید. اینجا اینو بزنید همه تون با هم. یه بچه خانمون هم میرسی که آره رسید. خوبه این برا خبری نیستش، داری خود سرباز میخره. خب نظرم بچه بگید اینجا دونم براکس بسازیم، چند تا هم اسپرمن بگیم که بتونیم راحت شهراش آتیش بزنیم. البته باید چند تا هم سوانظام بچه ها بگیم، سوانظام مله، چون که به نظرم پلیر خوبیه و بره آرچر بخره. هورس آرچر ها در مقابل آرچر ها ضعف زیادی داره، مخصوصا که آرچر قیمت خوب خیلی کمی داره. بچه ها آرچر ها نسبت به قیمتشون خیلی خوبه، میصرفن. یارو حالا فعلا بیاد آتیش بزنیم. به نظرم چند تا اسپرمن بخریم، بعدش سریع استر و میسازم که سوانزا من بگیریم. فسر عجب مچی شد، انتظار نداشتم به این خوبی در بیاد و به نظرم پلیرهای لیول بالا میتونن جذابیت و بازی رو برامون خیلی بیشتر کنم. خودم خیلی وقت بود همچین هیجانی نداشتم تو این بازی. اینو بساز اینجا استر دو سریع بچه بیدید چند تا سوانظام بگیریم. شاید خود دیر دارم میگیرن که شما اول کار میگیرتم. دوباره ببین چند تا کارگرم بده از اینجا دیگه بچه. شاید گوش نیاز نداشته باشیم، ببین خود طلا جمع کنیم. الان طلا خیلی بیشتر دستم باز میکنه که سری برم اینجا بالا و بتونم شوالیه سنگین مغلا رو بگیرم. وای نه برو آرچر. خب بیاد بزنیم بچه، بیاد بزنیم، شاید بتونیم بزنیمشون. از ریلود اسپید خانه، اگه خانه نداشتم نمیتونستیم بزنیمش. خب بیاد اینجا کمک بده. سری بریم چند تا هم پیاده نظام. خانم وای خانو زد بچه ها. این پلیرش خوبه، نامرد مستعیم خانمونو زد. خب اینجا به اینجا چند تا بید اسمه من بگیریم بچه ها. سرمازمون دارم میان، باید من اول کارش سرمازمون میگرفتم، میخوردم از دارم دیر گرفتم، باید حدس میزدم که میخواد آرچرای زیادی بگیره. خب بزن همینجور بزنیدش. بید بچه تا میتونیم ازشون تلفات بگیریم که نتونه خودش رو جمع جور کنه و دوباره بهمون حمله بزنه. بمیرید همین. حالا بک بده خود یه زیادی فایت دادیم بچه ها. بید نمیخواد بچه ها اینجا رو از دست بده، نمیخواد گایگاش رو از دست بده، ولی خب من میخوام بزنمش. هر جور که شده میخوام دستش رو از این دریا چرت کنم که ماهی رو خودم رو جمع کنیم. بزنش. واقعا بچه ها این همه بازی کردم تا حالا پلیر به این خوبی نده بودم که بتونه مقاومت کنم. به اینجا چند تا دوباره بهم شوالیه بده. پسر ولم نمیکنه. به اینجا ببینم. بک بدیم. او شت نامرد زن. خب سوار نزم. به اینجا هورس آرچر بید اینجا. بید بچه رو خود اذیت کنیم.
بزنش ببینم. بزن. تو هم بزن. این بچه‌ها سرنظام مله خیلی بهتره در مقابل آرچر و اچ پی خیلی بیشتری داره. خب احتمالاً خود به رقم هورس آرچر هم که رسیدن یه چند تا دوباره هورس آرچر بگیریم 4 5 تا بده اینجا و آتش زد اینجا داره بچه‌ها بندش آتش زد. ببین سریع اینو استن دیگه اینجا بسازیم. من بعد فرام ایجو برم باره که شوالیه باز کنم بچه ها. احتمالاً اسپرمن بگیره و برای اسپرمن شوالیه خیلی خوبن دیگه. شوالیه در مقابل اسپرمن اونها هیچ ضعفی نداره. اینه که دارم میگم لایتن. اه گوشتم کمه، چند تا سرباز خریدم گوشتم کمه. ببین اینجا این رو بزنیم. بودید ببین اینجا با من بچه ها الان دارم هم به متحدمو فکر میکنم، هم به ایجمون، هم به حمله به این و همین که براتون خوب بازی رو توضیح بدم. امیدوارم که خود توضیحات هم بد نشده باشه. ببینید ذهنم داره درگیر میکنه این مچ. فقط اینو میتونم بهتون بگم که بچه دستش از چشمه بست و خیلی به نفعمونه. خب بچه بریم ایجو بالا و این برای خانمون خوبه. بچه بذار اینو اینجا بذارم، حالا اچ پی هم بهمون میده. خانه جدیدمون اومد. خب الان میارمش اینجا. حتی اینجا جمع بشید ببینم بچه ببینید من باید اینجا رو تقویت کنم. الان حریفمون هم داره خودش رو آماده میکنه که یه حمله دیگه بزنه. منم باید خودم آماده کنم. اگه قدرت همو تو این دریا از دست بدم بهتون گل میدم. بازی به ضررمون میشه و منبع گوشتمون رو از دست میدیم. همتون اینجا جمع شدید. متحدم داره چیکار میکنه؟ هولی شت پسر چقدر نه داری اشتباه میکنی، داری اشتباه میکنی، نه باید اینجوری بره جلو، خیلی داره اشتباه میکنه. تمام بچه لوز بده و الان ما تایم داریم. اگه توی تایم خاصی نتونیم این بازی رو ببریم متحدش میاد به ما حمله میکنه از سمت بالا و ما هم نمیتونیم از دو جبهه بجنگیم، دستمون این همه باز نیستش. خب شوالیه گول میخواد بچه ها، گول میخوایم. شما بید اینجا همه تو بدیم چند تا چوبه برستست اینجا بینم یک چوبه دردم نمیخورم. بچه بذار سریع خوری گل جمع کنی و تو هم با من بیام اینجا خوری تنها جمع کنم. نمیتونی به اینجا بید بچه اینو بیرمش اینجا که خورده از این منم تنها جمع کنیم چون اونجا بالاخره تایم داره دیگه تلاش تموم بشه. نمیتونی تنها بیشتر جمع کنیم. بید بچه خانمون هم بیاریم اقعا چند تا دوباره شوالیه دیگه هم بخریم. این شوالیه نیست بچه، لنسر هست. اگه بتونیم لنسر رو بگیریم اچ پی و دیفنسشون خیلی زیاده، حتی اسپرمن هم میتونه رو بزنه. بچه از اونجایی که متحدمون داره شکست میخوره بید سریع چند تا سلاح محاصره بسازیم، مخصوصا منجنی. اگه تلفات ندم میتونم برم از بالا هم دفاع کنم که این خیلی عالی میشه. هر وقت منجنی داشته باشم چی میگی بچه میگی اینم هست که میاد فارسی میگه بالا بعد جور زنم درگیر کرده. بچه بیاید زره هرسارش رو اپرید بزنید دیفنسشون میاد بالا. چند تا بهم همینجوری کارگر بده، فقط کارگر بده اینجا و ای کاش میشد بچه ها چند تا هم راهب بگیرم، همچنان بهم لنسر بده. میدونید راهب اچمیون رو میاره بالا ولی خب هزینه خریدنشون یا زیاده واقعا. و فوکس هم فرد بینیم بزنم که بتونم صدای محاصره بخرم که بتونیم یه حمله درست حسابی بزنیم. گوشتمون بد نیستش بچه ها، گوشتمون خوبه. نمیتونم اینا پریدو بزنم براش. بچه ها چیه؟ این کرست رنج دمیج. بچه ها رنج روی رنج از همه چی مهمتره برای آرچش یا بالاخره هورس آرچر، فرقی نداره. شما ها داری چیکار میکنی اینجا؟ تو بیکاری بچه ها بید بریم سریع منجنگامون رو بخریم. یه 3-4 تا بعد اینجا منجنی داشته باشیم یا همچنان تو تلو جمع کنم. یه از اینجا تلو جمع کنم و تلا میخوام. مثلا تمام میشه بعد کم اومد 22 تا کارگر داره روش کار میکنه ولی بازم کمه. خب متحدم چیکار کردش پسر؟ اوزاش بعد اینجا شکست بخوره بعد شکارش تمومه و سربازش از دست داده. گفتم بچه داره اشتباه میکنه که میخواد حمله کنه. بعد خود دفاعی بازی میکرد تا لحظه آخر. اینجوری نمیتونن بیسش رو بزن، باید سب میکرد. واقعا عجله کرد. یه خود سب میکرد من خودم بهش نیم کمکی میفرستادم. خب بید یه چند تا بچه لنسر بخریم از اینجا. هورس آرچر هم میخواییم. هر چند الان سرباز داشته باشم کمه ولی خب اسکاری الان برام منجنیه. با منجنیه بتونم یه حمله بزنم دستش بسته میشه. بیاید اول آرچر رنجش رو بزنیم بچه ها. نتونه آرچر بخره. نگرانی من الان روی آرچرش. اسپرمناش رو میزنم. با اسپرمناش حتی میتونیم بازی کنیم. پسر خان چقدر خوبه تیم فکشه. دسته اونو خیلی باز میکنه. این ریلود اتک و ریلود اسپید اونیا خیلی عالیه. ریلود اسپید بچه باز میشه که آرچامو سریع تر تیراشون شلیک کنن. خب دوباره همچنان چند تا بهم هورس آرچر بدم. هر چقدر اینجا از یاد داشته باشم کمه. حالا زراشون هم آپگرید کردم. این خوبه. بچا بعد فوکوسمون رو این بزنیم که اینجا تلفات کمتری بدیم. هر چند سربازمون بیشتر زنده بمونه راحت‌تر میتونیم از بیس خودمون دفاع کنیم. من متحدم کلا شکست خوردم مطمئنم. دوباره بریم یه منجنیگم بدن. هر چند منجنی داشته باشم کمه. پسر این منجنیگا چقدر خوبن. کلا بچا فرقی نمی‌کنه. کل سری ایج اف امپایر گولت تخریبی منجنی خیلی خوبه. اصلا ایج اف امپایر به خاطر همین منجنیگاش خیلی معروفه. خیلی خوب شلیک میکنن و تخریب هم خیلی خوبه. از همون اول روی کار کرده. خب اینا دارن چیکار میکنن؟ چند تا ببین فقط کارگرا رو بفرستی یه خود چوب جمع کنی بچه ها. بریم یه سنتر جدیدم بسازیم. ارزوی فراموش میکنم تو این مچ که چند تا کارگر دیگه هم بگم. البته کارگر زیاد داریم بچه چون گایگامون هم زیاده. خب
مثلا بچه شاید بتونیم با این منجنیک بریم به این کمکی بدیم، نمیدونم واقعا شاید ایده خوبی نباشه، شکست خورده بیسش بیفته کارش تمومه، بیسش بیفته نباید این همه پاکمن میگیره، نمیدونم چرا پاکمن میگیره این واقعا فازش چیه، بزن ببینم اینو. خب حالا منجنیک بیا اینجا اینو بزن، نباید بچه اینو شکست بدم، این عوازیانه داره میبینه که انگلستان داره اونو شکست میده، سکو پاک کن بید بچه اینجا رو بگیریم سریع. خب دوباره سربازا رو بفرست و لنسر هم که دارم میان، خوبه اینم بزنید، بزن شلیک کن، بید همه شون یه جمع کنیم بچه ها، بید همه رو یه جمع کنیم، حالا اینم بزنیم آرشیر اینجا شو بزنیم و از سری حمله کنم، فهم میتونستم تاوراشو بزنم و سربازا میرفتم جلو. پسر من جنگ رو فرستادم بالا، دستم و بست دیگه، بیاینجا دونه بچه بیدیم بفرستیم چوب جمع کنن که دونه اینجا سنتر بسازیم. اوه پاکمنا رو ببینید، اسپرمنا رو ببینید بچه، بید اول سربازخونه رو بزنیم، بعدش تاورارش رو بزنم، بعدش که میتونیم یه راش بدیم، من حتی نمیخوام تلفات بگیم، سعی میکنم بدون تلفات اینجا رو ببریم، باید بریم حالا از بیسمون دفاع کنیم، بزن اینجا رو بچه ها. منجنیگا مغولا دمیجشون پایینه، یه سری فکشن ها هستش که تا 50% میتونی دمیج منجنیگا تو بیاری بالا، مثل انگلستان مثل بقیه فکشن ها. برو به اینجور هم پسر اینجا بیفته کارش تمامه، چرا سنترشو پرن سرواز نمی کنه آجی، این بدجور نوبه، این متحد من بدجور نوبه متاسفانه، نباید تلفات بدیم، فهم کنم همینو بگن نباید تلفات. خب این آتیش شرفی اینجا رو بزن پسر، دوتا منجنیگا آخه کافی نیستش، دستم رو بست دیگه، منجنیگا فرستادم والا کش نمیفرستدم چی دوار کردم. خب داری چیکار میکنی شما با هم دیگه، ببین چوبارو تحویل بدید، بودو بودو این هم از ریسرچ، اصلا حواسم به ریسرچ نبود، من یه دونه سنتر جدید تو بید بچه ها تو این حالت بسازیم که اگه بالا چوب هم باشه از چوباش استفاده کنیم. هولی شیت اسپرمنش رو اپگرید کرد، بزنید دیگه ندارم، یه دونه بچه ها دو دسپید بزنم، بزنید نام از سبا رو بزن، وول چه از سرباز رو بود چه آرچر داره. خب لنسر رو داریم بچه ها، بید اقب بید اقب من جنگ اینجا بزنید، بودوید اینجا وایسی ببینم، قرار جنگ سختی باشه بچه ها، یه خود اقب وایسیم که تلفات بی خودی نداشته باشیم، همین میتونم بگم یه من جنگ دیگه بهم بده اینجا، من باید چهار تا اینا بچه من جنگ داشته باشم که بتونم اینو بندازم. چه اچ پی داره لومصبی، چه ساختمونیه، هیچ کدوم از ساختمون‌ها این همه اچ پی نداره، برای عباسیان اینجوری بزن اینجا رو، شکست خورد بچه ها، سنترش بیفته کلن تمومه. پسر یه خود دفاع کن، بیا عقب دیگه بچه ها، شکست خورد اینجا هم هستش، نه بچه ها اون سنتر بیفته تمومه، باید اینجا رو سریعتر بتونیم ببریم، ذهنم دیگه واقعا داره درگیر میکنه، سرباز بفرست سرباز بفرست، من جنگ رو چیکار میکنی بزن، اوه هیچ نمیشه که بگی، بودو بیا اینجا بیا بچه ها، من جنگ رو بزنی بودو دوباره چند تا بهم لنسر بده، هر شب الان لنسر و شوالی و سرباز داشته باشم، کم سرباز رو بفرست اینجا، کارگر رو بفرست اینجا، طلا جمع کنید، طلا کمه، طلا جمع کنید فقط الان. خب بید اینجا به سر، هیچ کدوم از ریسرچار هم نزدم بچه، تکنولوژی کلا نزدیم، گوشت اونو میدونی داریم از ماهی ها جمع میکنم، ولی اگه تکنولوژی ها موندن ایبی ندارم، الان فوکوس هم فرد روی سربازه، این بچه ها هر کاری میکنن باز تلام کم، یا 24 تا کارگر داره تلا جمع میکنه، زود لنسر ها رو بفرست، هورس آرچر رو هم بفرست، تا وقتی که متحدمون شکست نخورد، اینجا تایم داریم که شکست خورد الیمنت بچه ها. تمومه من جنگ بودو بیا اینجا، بعد وقت شدیم بچه‌ها تمومه، بودو بیا اینجا اینو بزن، همه تون اینجا جمع بشید بچه، دیگه من یه راش بدم سریع، هر چی میتونی بهم سرباز بده فقط، هر چی میتونی بهم سرباز بده که یه راش، بیا حتی بیا حتی بیا حتی بیا نه بیا حتی بیا حتی اینجا وایسا و سربازا رو از اینجا بعد اینجا بده بچا، ببین اینجا چند تا هم تاور بسازیم، با این نه با این نه با این نه، بیا بچا با این چند تا هم تاور بسازیم اینجا، این تاورا میتونه حدا یه خورده برام تانک بخرم، البته تاورای مغولا زیاد قوی نیستن. خب من جنگ بیا اینجا رو بزن که نتونه فوت جمع کنه سربازا، یه جا جمع شید اینا بچا، ببین رو خود نزد بدیم، یه خورده نزد پیدا کنید ببینم دیگه، بعد بریم بچا راش بدیم هر جو شده، اسپرمنا اول بره جلو که تلفاتمون روی اسپرمنا باشه، سربازاش زیاده. خب خانمون دمیجو زد و بیا بری جلو، هورسارچا بیان جلو، هولی شت چت کامل داره. خب سمونزان با من بینجی بود و بینجا بیا بچه، با لنسر بریم سراغ آرچراش، یه دونم اتک اسپید یه ریلودی بزنم، خودون خودون سمونزان نایس همیگه بچه ها، رسیدیم به تو بینجا تو بینجا، این براکسشو بزن، متحده ما بچه کلن شکست خوردش و یواش یواش کرده بیان به خودمون حمله کنن، اونجا خانه هم اینجا دیگه دوباره نمیره. خب بچه ها لنسر رو که داریم یه خود خیالم راحته به خاطر لنسرا، خب داره اینجا رو ریپر میکنه، چطور سرباز بود اینجا اینا رو بزنید، منجک بیا اینجا تاورش رو بزن، وای سنترش مونده اینجا، خب داریم طرفات خوبی میگیریم، دوباره اینجا
من داره میسازه. بچه بذار دیفنسش هم بیارم بالا. خود دیفنس تاویرا رو بیارم بالا. خوبه همین بچه‌ها. دمیج زیادی زدیم بهش. من جنگ بزن. اینجا رو بچه‌ها بندازیم کارش تمام. بعدش میتونیم بریم بالا سری کمک بفرستیم. به اینجا با من تو هم هر چی سرباز دادیم دست خالی دست پر بجنگید. خب ایج جدید بچه‌ها میتونم اینو بسازم یا استون. نظرم بچه‌ها این از همه‌شو بهتره که بتونیم چند تا سرباز بخریم. اینجا سرباز داشته باشیم اینجا. بتونیم دیفنس رو نگه داریم. خودش اتوماتیک بهمون سرباز میده. بیا عقب بیا. من جنگ اینجا رو بزنم. همتون اینجا رو بزنید. بیاین اینجا. فوکستون اینجا باشه. چه تلفاتی داریم میدیم پسر. چه دمیج خوردیم. این لنسه رو نبودم بچه‌ها نمیتونم کاری کنم. خان هزمن کیل دوره. خب اینجا رو بزنید فعلا. اینجا رو بزنید ببینم باید چیکار کنم. آرچر آرچر این کامل رو بزن. نامرد ولمونم نمیکنه. خب دوباره اینجا چند تا اورس آرچر بده. داره میاد جلو. آره خب بچه‌ها اینم شکست خورد. خوبه بزنیم همینجا چه خبر داره میاد بچه‌ها دیوار بکشه اینجا. نباید ترفند رو میذار اینجا دوباره. میدونید بچه‌ها حریفمون الان انگلستانیه. ایجش زیاد بالا نیست. ایجش 2 یا 3 هستش. ما الان ایج 4 رو زدیم. خوبه بدید خودم دیفنس اینو بیشتر کنم. کارگر واقعا بدید اینجا. همین کارگر بدید اینجا. چوبمون زیاده دیگه. چوب درم میخوام. شما بدید اینجا طلا جمع کنید. میام بیان اینجا چند تا آرچری رنج بسازه تو این حالا که کم اینجا یه دونه هم استاب داشته باشیم که بچه‌ها بتونیم آپگرید و سرباز جدید رو بزنیم. همین کافیه فعلا. دیفنس رو گرفته خوبه. اینجا رو ریپر کنیم نباشه. ببینیم میخوره طلا جمع کنیم الان. هر شدن طلا داشته باشن که بدوید به بالا بدوید به بالا. پسر نیرو کمکی میرسیدن خیلی خوب میشد. بید اینجا جمع شید ببینم. نگران نمی کن. همتون بیاد از اینجا بریم بچه‌ها. بیاید میری چخ خوبه بچه‌ها. اینا رو بردار پیکاپ کن و بریم اینجا خالیشون کن. خب لنسرامون رسید. خوبه. حالا چند تا بهم هورس آرچر هم بده. دوباره اینجا اونم سرباز بده ببینم. یا از اینجا ورده بچه ها بذاری میشه اینجا که خود چوبم از اینجا جمع کنم اگه نیاز شد. حریفمون بچه ها به نظرم اون همه الان نمیتونه از خودش دفاعی ها نشون بده. سرباز رو پید اقب بچه ها اچ پیمون خیلی کمه. اگه بتونم اینجا بدون اینکه به جنگیم حریفمون رو پوش بدم اقب بدون هیلر میگم رو هیل بدم. اچ پیشون خیلی کمه. بی خودی الان تلفات میگیم اگه بریم جلو. نمیخوام بی خود تلفات بدیم. سربازان رو میتونیم زیاد نگه داریم. یه راش خوبیم. خب 5 تا منجنگ دادیم خیلی خوبه. نیو خان هز بین راست خوبه. بچه بینیم رو اینجا خالی کنیم که چند تا هم سرباز از اینا بخریم. منجنگ بزن منجنگ بزن پسر. خان بیا قبل. وای وای خان بیا قبل بیا قبل. بزن بچه ها سربازا رمش رو بزنید. رمش داره میاد بیس همون بزن. فهم خواد بیس رو بزنه که بازی رو ببازیم. بیس همون بیفته کارمون تمومه. ولی من نمیذارم. بیا قبل. خب اینجا رو زدی. حالا بیا اینجا این تاورش رو بزن. کل سربازش همینه بچه‌ها. این استونا دیوارای استون تاورای استون منابع زیادی می‌خواد. ریسورس های زیادی می‌خواد. این 4 تا شوارین 4 تا لنسر هم بیاد اینجا. دوباره یه رم دیگه فرستاد. نمی‌ذارم بچه‌ها بیا جلو بزنید اشاره. ای سورد و پشمان بچه خودش متعجب شده دیگه نمیتونه کاری کنه. واو چه حس خوبی داره این شوالی ها رو همش این سرواز ها اینجا میدن اصلا سهار کنم بچه خیلی حال میده بیدن. خب واقعا بازی خوبی بود. انتظار نداشتم به این زودی سور بده. دوستش هم میخورده بیشتر طول بکشه ولی جدا میگم بچه ها عجب مچی بود. از دو جبهه جنگیدیم. اصلا انتظار نداشتم بتونیم ببریم و یه دونه پلیر لول 3 رو انداختیم زمین. لولش خیلی بالا بود. مطمئنم داشت خوب میومد بالا ولی اشتباه اومد بچه ها. اسپرمن گرفت کلا شکست خورد و افتاد زمین. اون پلیر که 3 ستاره هستش بچه اصلا نداشتیم فارم کنه. همون اول کار نابودش کردیم. همونطور که میدید انگلستان هم داشت شروع جنگش کار میکرد. ریسورساشو داشت روی دیواراش خرج میکرد برای همین نتونست سربازای خیلی زیادی بگیره. ولی بچه ما سربازای زیادی خریدیم. سربازایی که سرعتشون خیلی بالا بود برای همین تونستیم خیلی بهتر عمل کنیم. و همونطور که این بچه ها اسکور من امتیاز من از مجموع امتیاز حریفمون بیشتر بود. از دوتاشون هم بیشتر بود. پشمون واقعا بچه مش خیلی خوبی بود. خیلی حال داد و مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. اگه تونستید حتما یه لایک بکوبید. لایکتون میتونه انرژی خوبی بهم بده. هر نظری پیشنهادی داشتید توی کامنت ها بنویسید. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. فعلا تا ویدیو بعدی خدا نگهدار دوستان.